خون به واسطه کشش خوری دائمی دل به حرکت می دراید یا اینکه به طور بردوام حرکت می کند. خون به دور سربسته رگهای خونگرد گذشته تمام بدن را فرا می گیرد. خون از مایع پلازما عبارت می باشد و در ترکیب خود حجره ها را دارد که آنها همراه خون شنا می کنند. بیشتر از همه خون در ترکیب خود حجره های سرخ را دارد. هر یک حجره سرخ مقدار زیادی مولکوله های گیموگلوبین را دارد. همان مولکوله هایی را که اکسیژن را می برند. از این مقدار کمتر در ترکیب خون حجره های سفید موجود می باشد. که شکل های گوناگون را دارند. این حجره ها در محافظت بدن آدم نقش مخصوص را می بازند. خون اینچونین پرجه های حجره های را دارد که آنها را ترومبوسیت ها می نامند. آنها نقش اساسی را در روند لعل بندی خون به اجرا می رسانند. همین طریق خون در نفس کشی، استعمال خوراک و محافظت بدن اشتراک می کند. یگان مایع غیر طبیعی نمی تواند که خون آدم را عوض نماید. از این سبب برای خوندهی در بیمارخانه ها دانورهای خوندهنده ضرور می آیند.